برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز هم یک از پکیج وبسایت برناندیشان بهتون معرفی کنم. اسم این پکیج هست آموزش ماساژ به صورت تخصصی. دوره جامعه آموزش ماساژ به صورت تخصصی شما رو با انواع ماساژ آشنا میکنه و شما یاد میگیرید تا هر یک از بخش‌های مختلف بدن رو به صورت حرفه‌ای ماساژ بدید. انواع ماساژ چی هستن؟ ماساژ سوئدی یکی از انواع ماساژ است که شامل تمامی بدن میشود. که ماساژ سوئدی برای افرادی که دارای گره‌های عضلانی زیادی هستن بسیار مناسب است و میتوانند در طول ماساژ به استراحت بپردازند. برای این ماساژ سوئدی هم لازمه تا فرد برای یک تخت برای شکم بخوابه و برای اینکه حریم خصوصی فرش را حفظ کند از یک حوله استفاده بکنید. خب روش زیر ماست: مالش دادن، شل کردن عضلات برای افزایش گردش خون، حرکات دایره‌ای عمیق، لرزش و ضربه زدن، تکنیک‌های حرکت مفصل های غیر فعال. معمولا ماساژ سوئدی حدود 90 دقیقه طول میکشه. ماساژ سنگ داغ چیه؟ برای زمانهایی که فرد داره تنش و درد زیادیه. چیا میشه توش انجام میشه؟ کاهش تنش عضلانی، بهبود جریان خون، کاهش درد، تقویت آرامش، از بین بردن استرس. آروماتراپی، آروماتراپی چیا هست؟ برای چی انجام میشه؟ تقویت روحیه، کاهش استرس و استرس، کاهش علائم افسردگی، تسکین فشار عضلات، تسکین و کاهش درد. ماساژ بافت عمیق چیه؟ بافت عمیق هم در این ماساژ فرد ماساژ به وسیله ایجاد فشار و ضربه برای بافت عمیق بدن کار میکنه و همین مورد باعث میشه تا دردهایی که در لایه های عمیق بدن وجود داره کاهش پیدا کنه. ماساژ ورزشی چیه که مثلا اسمش معلومه؟ در ماساژ ورزشی فرد ماساژ با توجه به مشکلی که براش پیش اومده ممکنه تمامی بدن و یا صرفا بخشی از بدن رو ماساژ بدن برای مثلا تحت ماساژ قرار بگیره. تنظیم روش فرد متخصص ماساژ از فشارهای عمیق و ضربه های ملایم متناوب نیز استفاده میکنه. برای انجام ماساژ ورزشی اگر فرد بخواد لباس بپوشه باید لباس نازک و گشاده بشه تا ماساژ بتونه به عضلات بدن دسترسی داشته باشه. ماساژ نقطه‌ای ماشه‌ای که به آن تریگر پوینت میگن برای افرادی است که دچار آسیب دیدگی هستند. در برخی از مواقع نقاطی از بدن به شدت سفت و سخت میشه که به آن نقاط ماشه‌ای نیز میگن. رفلکسولوژی چیه؟ در این نوع ماساژ فشار ملایم تا شدید بر نقاط مختلف بدن مانند پاها، دست و گوش استفاده میشه. ماساژ شیاتسو برای چه هدفش چیه؟ تقویت آرامش روحی و جسمی، کمک به کاهش اضطراب استرس افسردگی، کمک به رفع سردرد، کاهش گرفتگی عضلات. ماساژ تایلندی هم برای چه کاری انجام میشه؟ انعطاف‌پذیری گردش خون، بازیابی انرژی بدن. ماساژ پرینتال، از ماساژ پرینتال برای زنان که در دوران بارداری هستن استفاده میشه که به کاهش درد استرس در دوران بارداری هم کمک میکنه. ماساژ زوج هم که در آن زن و شوهر میتونن با هم وارد اتاق ماساژ بشن. این ماساژ تمامی ویژگی ماساژ معمولی داره با این تفاوت که در صورت نیاز میتوانید به آب گرم، سونا و سایر امکانات دسترسی داشته باشید. صندلی ماساژ هم که رو صندلی ماساژ فشار صندلی قابل تنظیمه و میتونه از خفیف تا متوسط اون رو قرار بدیم. در حین ماساژ لازمه تا فرد کاملا پوشیده باشه و برای صندلی بشینه. که تو این پکیج تمامی جزئیات مربوط به ماساژ بررسی میشه به صورت تخصصی و شما از میتونید برای تهیه این پکیج به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید.